به نام خداوند جان و خرد، که از او برتر اندیشه بر نگذرد. با درود و احترام به شما شنوندگان گرامی و فرزندان راست قامت میهنم، که با همتی بلند و سرفرازانه در مقابل جور و جهل و جنون قد علم کردند و کوشش دارند که ملت ساده دل ایران را از کوردلی و تعصبات نجات بدهند. هم میهن گرامی من، روشندلی و مبارزه با خرافات یکی از اصول زندگی ایرانیان در آن روزگاری بود که بسیاری از کشورهای متمدن امروزی بویی از تمدن نبرده بودند. شما به دورانهای دور نگاهی بیاندازی، مهر ماه در ایران ماه برداشت بود، ماه فعالیت و پرکاری بود. جوانان دختر و پسر سرزنده و شاداب تمام روز رو در سبزه‌زارها به برداشت انواع غلات و ذخیره کردن سبزی‌ها و میوه‌جات می‌پرداختند و شب‌ها را زیر نور ماه و ستارگان در کنار توده‌های بزرگ غلات به رقص و آواز و پایکوبی و شادخواری می‌پرداختند. عزیزانم، نیاکان ما زندگی را برای خوب زندگی کردن می‌خواستند. همه چیز را در پناه فعالیت و پرکاری و عشق و علقه و الفت و یاری رساندن به یکدیگر می‌دیدند. ایرانی تا هنگامی که در دام ایدئولوژی‌ها نیفتاده بود، تنها به دوست داشتن، مهر ورزیدن، کمک کردن و شادکامی به وجود آوردن می‌پرداخت. از هر گونه سیاهی و تاریک اندیشی پرهیز داشت. گریه و زاری و تو سر زدن و سینه زنی و از همه بالاتر مرده پرستی را دور ریخته بود. روز را در پناه خورشید روشن و شب را در پناه اندیشه پاکش درخشان می دید. دوران کوتاه زندگیش را به هدر نمی داد. یک شعار همیشگی داشت: دوستم بدار تا دوستت بدارم. خیام، شخصیت پرآوازه ایران که دانشمندان او را حجت الحق نامیدند و جهان علم و دانش برایش احترام قائل هست، می گوید: آنان که ز پیش رفته اند، ای ساقی، در خاک غرور خفته اند، ای ساقی، رو باده خور و حقیقت از من بشنو، باد است هر آنچه گفته اند، ای ساقی. بازگردیم به داستان پرقصه سیاوش که بزرگ مرد همیشه جاودان ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی به منظور عبرت آموزی و شناخت حقیقت زندگی داستان سیاوش را برایتان تعریف کرده است. هفته پیش رسیدیم به آنجا که مرد سیاه دل کور باطنی به نام گرسیوز بالاخره آنقدر وسوسه کرد تا افراسیاب پادشاه توران را به خشم آورد. گرسیوز می گفت: ای پادشاه، آن سیاوشی که تو دیده بودی دیگر به کلی تغییر کرده، دچار غرور و بدمستی شده، اصلا دیگر اعتنایی به ولی نعمت خود که به او تاج و تخت و سرزمین و فرنگیس را داده اعتنایی ندارد. او خود را برتر و والاتر از همگان می داند.
و بعد تعریف کرد که وقتی من به سرزمین او رسیدم، سیاوش نکردی هیچ در من نگاه، پذیره نیامد مرا خود برا. سخن نیز نشنید و نامه نخواند، مرا پیش تختش به پایان نشاند. ای پادشاه، شما به من مأموریت دادی که به دیدار سیاوش بروم و در کمال مهرورزی با او سخن بگویم، اما او وقتی شنید که من به سرزمین او رسیدم، نه تنها به پیشوازم نیامد، اصلا اعتنایی هم به من نکرد. خب، بالاخره من برادر پادشاه توران هستم. او باید به جهت احترام پادشاه هم که شده، حرمت مرا نگاه می داشت. ولی او نه به سخنان من گوش کرد، نه اینکه نامه پادشاه رو خواند. بعد هم به من دستور داد تا پای تختش در پایین بارگاه بنشینم، که این خود دشنام بزرگی بود به پادشاه من. علاوه بر این بی احترامی ها، من متوجه شدم که از ایران به وی نامه پیوسته شد، به ما بر در شهر او بسته شد. سپاهی ز روم و سپاهی ز چین، همی هر زمان برخروشد زمین. تو از کار او گر درنگ آوری، مگر باد از آن پس به چنگ آوری. ای پادشاه من، که از کردگار سیاوش غافل مانده ای، او با ایران مراوده تنگاتنگ دارد. برایش پیک‌های مخصوص، نامه‌های متعدد می‌آورند که همین امر موجب شده بین تورانی‌ها و سیاوشگرد دیگر فاصله ایجاد بشود. به علاوه آنچه را بررسی کرده ام، او لشکر بزرگی از سپاهیان روم و چین را زیر آموزش و تعلیمات استادان ایرانی دارد. ای پادشاه، من امروز به تو میگویم که اگر بیش از این از کارهای سیاوش غفلت نمایی، یقینا دشمن بزرگی را در آستینت می پرورانی. تو گر دیر گیریش جنگ آورد، دو کشور به مردی به چنگ آورد. وگر سوی ایران براند سپاه، که یارد شدن پیش او کینه خواه. تو آگه نداری ز کردار خیش، و زان پس بپیچی ز بازار خیش. ای افراسیاب، اگر بیش از این به وضعیت و موقعیت سیاوش توجه نکنی، یک روز خبردار خواهی شد که ارتشش توران را زیر پاک خواهد گرفت و او با مردی و جنگاوری هر دو کشور را تصرف می نماید. و تازه باید به این نکته بیندیشی که اگر روزی روزگاری او روی به ایران بیاورد، چه کسی می خواهد که با او به دشمنی و نبرد برخیزد. سیاوش مورد توجه و علاقه ایرانیان است و همگان او را دوست دارند. ای برادر گرامی من، تو چنان در خوشدلی و نیکندیشی خود غرق هستی که اصلا از رفتار و کردار خودت خبر نداری و خیلی زود دچار فروریزی قدرت خواهی شد. اما شما شنوندگان مهربانم، توجه دارید که فردوسی بزرگ می‌خواهد این نکته ظریف را روشن کند که اگر فرمان روایی در هر مرتبه و مقامی، اعم از پادشاه، سلطان، رئیس جمهور یا ولی فقیه و آیت الله به چاپلوسان و متملقین قدرت فوق العاده بدهد تا آنها بتوانند با دروغ و دغل و پشت هم اندازی آن قدرت مدار را از راه راست منحرف کنند و راه حقیقت را بر او ببندند، به تحقیق روزگار ملتی سیاه خواهد شد. اگر فرمان فرمای کشوری نتواند خود به درستی بیندیشد و راه تحقیق و تفحص و
بررسی را از طریق مردمان آگاه و بی‌طرف و روشنبین بر روی خود مسدود کند، مسلماً روزگار خودش و مردمانش را به تباهی خواهد کشید. آنگاه هست که دغلکاران بی‌آزرم بر سرنوشت ملت‌ها مسلط می‌شوند و آرامش و آسودگی زندگی را از مردم می‌گیرند، چنان که افراسیاب در همین چاه ویل فرو افتاده بود. مرد سیاه دلی که از راه و رسم سیاوش با مردمانش ناخرسند بود و می‌دید که او در آبادانی و برپایی زندگی روشن و کاملی کوشش فراوان دارد و همه علاقه و خواستش آن است که مردمان سرزمینش با آسودگی و شادکامی به سر ببرند و از این جهت سخت دچار خشم و سخط و حسادت شده بود که چرا سیاوش توانسته در کوتاه مدتی بیابانهای بیاب و علف و صخره‌زارها را تبدیل به باغها و مزارع و ساختمانهای عالی بنماید و مردمانش در کمال رفاه روز را به کوشش در صحراها می‌گذرانند و شبها را در پناه مهتاب و نور ستارگان به خوشکامی و خوشخاری به سر می‌برند، در حالی که در توران مردم به تنبلی و بیکارگی و در نتیجه به فقر و گرسنگی و سیاه روزی عادت کردند. و به جای آن که فکرش را به کار بیندازد و بررسی کند که چگونه سیاوشگرد و مردمانش به رفاه و امنیت رسیدند، با کوردلی افراسیاب را به تخریب روحیه‌اش تشویق می‌کرد. افراسیاب هم در میان متملقین و چاپلوسان روزگار می‌گذراند و خود را نیازمند به اندیشیدن درست نمی‌دید و از مشاوران امین و خوشفکر سود نمی‌برد. به این جهت خیلی زود گرفتار طوفان خشم و عصبانیت شد. چو بشنید افراسیاب این سخن، بر او تازه شد روزگار کهن. دلش گشت پر آتش و سرد باد، به گرسیوز از خشم پاسخ نداد. وقتی که افراسیاب در دام گفتار سیاه گرسیوز گرفتار آمد و با خودش فکر کرد که در گذشته چقدر به سیاوش مهربانی کرده، به او آن همه عزت و احترام داده، حالا چنین وضعی را به وجود آورده، پس باید او را مجازات کرد. و بدون اندیشیدن به این امر که حقیقت چی هست، آیا گرسیوز چقدر درست میگوید، یک سر در طوفان بداندیشی ها غرق شد، به طوری که اصلا دیگر حتی به گرسیوز هم نهای گفت و نهوی. بعد از کوتاه مدتی که غرق در سیاه اندیشی هایش باقی مانده بود، ناگهان فریاد برداشت. بفرمود تا در دمیدند نای، همان سنج و شیپور و هندی درای. برون رفت از گنگ خندان بهشت، درختی ز کینه به نوعی بکشت. افراسیاب در کمال خشم و عصبانیت و فرو افتاده در حلقه دام و حیله گرسیوز، بدون آن که بخواهد حقیقت را دریابد، ناگهان فریاد برداشت که شیپورچیان آواز جنگ را بنوازند، سپاهش آماده رزم بشود. در حالی که بدون هیچ سببی در دلش درختی از کینه سبز شده بود، فرمان جنگاوری را صادر کرد. بیان که بیندیشد چرا، بدانگه که گرسیوز پرفریب، گران کرد برزین دوال رکیب. سیاوش به پرده بیامد به درد، تنش لرز لرزان و رخسار زرد. فرنگیز گفت ای گوه تیز چنگ، چه بودت که دیگر بدستی برنگ.
هنگامی که گرسیوس از سیاوش خداحافظی میکرد تا به سوی افراسیاب بتازد، سیاوش با دلی پر از درد و افکاری پریشان به سوی حرمخانه‌اش که فرنگیس در آن زندگی میکرد رفت. به گونه ای احوالش به هم خورده بود که میشد از رنگ رخش تشخیص داد که او دچار رنج و عذاب فراوانی است. فرنگیس وقتی چشمش به سیاوش افتاد و تغییر احوال او را مشاهده کرد، با دلواپسی بسیار روی به او نمود و گفت: ای مرد بزرگ، چه اتفاقی برایت افتاده که این گونه دگردیسی پیدا کرده ای؟ رنگ بر چهره نداری؟ چنین داد پاسخ که ای خوب روی، به توران سیه شد مرا آبروی. ندانم که پاسخ چه دانم همی، در این کار خیره بمانم همی. اگر راست گفتار گرسیوز است، ز پرگار بهره مرا مرکز است. افراسیاب وقتی شنید که فرنگیس با نگرانی میپرسد سیاوش وقتی شنید که فرنگیس با نگرانی میپرسد که چه روی داده است که این گونه آشفته و در هم ریخته ای، روی به او کرد و گفت: ای نازنینم، این طور که پیداست در توران و نزد پادشاه بخت و اقبال من به کلی رنگ باخته و دیگر نزد بزرگان آبرویی ندارم و حالا ماندم حیران که چه اتفاقی افتاده. من که پیوسته کوشش کردم تا احترام پادشاه و بزرگان را حفظ نمایم و از اطاعت دستورات پادشاه هیچ کوتاهی ننمودم، اما اینطور که گرسیوز برایم تعریف کرد، من در مرکز خشم و سخط و عصبانیت پادشاه قرار گرفتم، به گونه ای که پدرت خواستار مرگ من می باشد. فرنگیز بگرفت گیسو به دست، گل ارغوان را به فندق بخست. پر از خون شد آن بسد مشک بوی، دلش شد پر آتش پر از آب روی. همی عشق پاشید بر کوه سیم، دو لالز خوشاب شد بر دونی. همی کند موی و همی ریخت آب، ز گفتار و کردار افراسیاب. فرنگیس وقتی سخنان شوهرش مرد پاک سرشت زندگیش شنید، شروع کرد به گریستن، موهاش رو کندن و سخت دچار رنج درون و عذاب شد، زیرا او پدرش رو میشناخت، میدانست که چقدر بیرحم و ستمگر هست و وقتی نسبت به کسی عصبانی بشود از هیچ ستمی نسبت به او باز نمی‌ایستد. به این جهت روی به سیاوش کرد، بدو گفت که ای شاه گردن فراز، چه سازی کنون زود بکشای راز. پدر خود دلی دارد از تو به درد، از ایران نیاری سخن یاد کرد. فرنگیس رو به سیاوش کرد و با نگرانی گفت: حالا به من بگو که چه کار میخوای بکنی؟ پدرت کاووس شاه که از تو سخت خشمگین و عصبانی بود، محققا نمیتونی روی به ایران بیاوری تا از دسترش پادشاه توران دور باشی. سوی روم ره با درنگ آیدت، به پوی سوی چین که ننگ آیدت. زگیتی کرا گیری اکنون پناه، پناهت خداوند و خورشید و ما. به روم هم که نمیخوای بری، زیرا با اونها چندان سازگاری نداری، به علاوه از پناه جستن به چینی ها هم که ننگ داری. پس به من بگو چه کنیم که تو نجات پیدا کنی. اما سیاوش یادش آمد که بدو گفت: گرسیوز نیکخواه، به مژده بیاید به نزدیک شاه. کجا او ببخشود و دل نرم کرد، سر کینه خود پرازرم کرد. بگفت این و زوی دادگر کرد پشت، دلش تیر از روزگار درشت. اما سیاوش یادمش آمد که گرسیوز از راه نیکخواهی
و با کمال مهربانی موقع خداحافظی به او گفته بود که هیچ اقدامی نکن تا اینکه او برود و با افراسیاب صحبت بکند و دل او را نرم نماید تا پادشاه از خشم و نفرتش بکاهد و از در بخشایش درآید. به این جهت روی کرد به فرنگیس و گفت که ای مهربان یار نازنینم، من فقط روی به درگاه پروردگار خواهم آورد تا چه پیش بیاید. دو بهره چو از دیر شب برگذشت، سوار طلایه بیامد ز دشت، که افراسیاب و فراوان سپاه، پدید آمد از دور تازان به راه. هنوز دیرگاهی از شب نگذشته بود که طلایه‌داران با تاخت از دشت خودشون رو به کاخ سیاوش رساندن. اعلام کردند که سپاه فراوانی به سرکردگی شخص پادشاه توران به سوی سیاوخشگرد در حرکت هستند و شتابان پیش می آیند. ز نزدیک گرسیوز آمد نوند، که بر چاری جان میان را ببند. نیامد ز گفتار من هیچ سود، از آتش ببینم مگر تیر دود. نگر تا چه باید کنون ساختن، سپه را کجا باید انداختن. هنوز سخن طلایه‌داران با سیاوش تمام نشده بود که خبر دادند سواری از سوی گرسیوز آمده است. سیاوش او را فراخوان تا بداند که گرسیوز مهربان دوست عزیزش برای او چه کرده. اما آن سوار پیامی سخت مایوس کننده آورده بود که ای سیاوش، موقعی است که جانت را برداری و به سرعت از سیاوخشگرد فرار نمایی، زیرا افراسیاب با همه خشم و کینه و نفرت به سوی تو تاخت آورده است. سیاوش ندانست بازار اوی، همی راز پنداست گفتار اوی. سیاوش ندانست بازار اوی، همی راز پنداشت گفتار اوی. فرنگیس گفت کی خردمند شاه، مکن هیچ گونه به ما برنگاه. یکی باره گام زن برنشین، مباش ایچ ایمن به توران زمین. تو را زنده خواهم که مانی به جای، سر خیشتن گیر و کس را مپا. سیاوش هنوز هم با خوشخیالی تصور میکرد که گرسیوز دوست مهربان و راستگوی او هست. اما فرنگیس با او گفت که هر چه زودتر اسب راهواری را سوار شو و خود را از توران زمین و این مهلکه بیرون بینداز، زیرا دیگر در این سرزمین ایمن نخواهی بود. ای شوهر مهربانم، من تو را زنده می خواهم، تفاوت نمی کند که کجا باشی و در چه مقامی هستی. به آن جهت بدون آن که به فکر من و فرزندان و دیگران باشی، هر چه سریعتر خود را از مهلک نجات بده تا ببینیم که سرنوشت برای من و تو چه می خواهد. روز و روزگار به شما خوش. تا برنامه